در 6 دهه گذشته شمار افراد بالای 65 سال تقریبا دو برابر شده است و ژاپن در این میان پیشگام است، چرا که بیش از 1/4 جمعیت ژاپن بیش از 65 سال سن دارند. طولانی تر و البته بهتر زیستن. تازه ترین فناوری ها در ژاپن الهام بخش سیاست گذاری در بخش بهداشت و سلامت بوده تا دولت و بخش خصوصی بتوانند کیفیت زندگی سالمندان را ارتقا بدهند. در نشست بین‌المللی کهنسالی توکیو، شماری از کارشناسان، مقامات دولتی، صاحبان استارتاپ‌ها و هیئت‌های اعزامی از سراسر جهان گرد هم آمدند. راهکارهایی که ژاپن در این نشست ارائه کرد بر تلفیق داده‌های پزشکی و فناوری دیجیتال و ایجاد یک سامانه مراقبت پزشکی دیجیتال متمرکز بود. آنچه در ژاپن می‌گذرد واقعاً تأثیرگذار است. فواید دیجیتالی کردن و استفاده از هوش مصنوعی برای شهروندان و جوامع در راستای بهبود بهداشت در بالاترین سطح خواهد بود. ما در آینده سلامت را بهتر می‌کنیم به آن شرط که با داده‌های اطلاعاتی خود رابطه درستی داشته باشیم. ژاپن مقررات تازه‌ای تصویب کرده که به یاری آن دولت و بخش خصوصی می‌توانند از داده‌های پزشکی افراد به شکل ناشناس استفاده کنند. در دانشگاه کیوتو شاهد آن هستیم که چطور جمع‌آوری داده‌های پزشکی از اتاق بیمار آغاز می‌شود. پرستاران داده‌هایی نظیر فشار خون، دمای بدن و نتایج آزمایش‌ها را مستقیماً به سامانه پزشکی منتقل می‌کنند. این فرایند ثبت داده‌ها را دقیق‌تر کرده، کار مراقبت از سالمند را سبک‌تر و مؤثرتر می‌کند و همچنین سبب می‌شود مدیریت سامانه بهداشت آسان‌تر شود. داده‌هایی را جمع‌آوری می‌کنیم تا ببینیم در کشور چه می‌گذرد و چه درمان‌هایی برای مردم وجود دارد. با استفاده از این داده‌ها می‌توانیم درمان‌ها و مراقبت‌های پزشکی مختلف را بررسی کنیم. این داده‌ها به شکل ناشناس طبقه‌بندی می‌شود و دولت سامانه‌ای فراهم می‌کند تا آنها را در اختیار همه بگذارد. بعد بخش خصوصی با استفاده از این سامانه دارو و خدمات درمانی تازه فراهم می کند. بیمه درمانی ژاپن بر اطلاعاتی تکیه می کند که از 126 میلیون شهروند جمع آوری شده. یک بانک اطلاعاتی منحصر به فرد که حتی بیرون از این کشور هم می تواند فرصت های کاری فراهم کند. اطلاعات درمانی بیش از 95% از جمعیت ژاپن ثبت و ضبط می شود. گرایش کنونی این است که درمان پزشکی و هر گونه پرستاری به شکل یک جا در بسته بهداشت دیجیتال فرد ثبت شود. میزان کهنسالی در ژاپن بسیار بالاست و فکر می کنم دانش ما در زمینه جمع آوری داده های این افراد می تواند در بسیاری از کشورهای جهان مرجع باشد. فرایند نوآوری دیجیتالی بهداشت فرصت‌های تجاری جالبی را نیز برای شرکت‌های پزشکی خصوصی ژاپنی فراهم کرده است. پروژه آزمایشگاه آینده مؤسسه سومپو برای پاسخگویی به نیازهای جامعه رو به کهنسالی ژاپن از فناوری روز بهره می‌برد و تولیداتی دارد نظیر صندلی چرخدار مجهز به هوش مصنوعی، تخت‌های تاشوی هوشمند و حسگرهای ویژه بدن در حمام و تخت. جامعه ژاپن به شدت رو به سالخوردگی می رود و ما با استفاده از فناوری می توانیم کار نگهداری از سالمندان را سبکتر کنیم و بازدهی کار پرستاران را بالا ببریم. برای مثال یکی از روش‌های کاستن از کار پرستاران استفاده از تخت خودکار است که هنگام کمک به بیماران سنگین وزن یک پرستار می تواند با آن کار دو نفر را انجام بدهد. گذشته از راهکارهای فناورانه، عامل انسانی نیز مهم است، چرا که هنوز میتواند رابطه میان بیمار و ابزار درمانی را تسهیل کند. شرکت سیلورود نوعی دوربین واقعیت مجازی طراحی کرده که با شبیه سازی وضعیت بیماران دچار زوال عقل به اطرافیان آنها کمک میکند شرایط این بیماران را بهتر درک کنند. موسیقی
ما نمیخواهیم پرستاران و سالمندان بیمار از هم فاصله بگیرند، بلکه میخواهیم رابطه مسئولانه با هم داشته باشند. آنچه طراحی کرده ایم، دنیایی را که بیماران دچار زوال عقل میبینند را دقیقاً بازسازی میکند. اینکه ما که دچار این بیماری نیستیم، میتوانیم با این نمایشگرهای واقعیت مجازی آنها را ببینیم، باعث میشود درد و رنج این افراد را درک کنیم. پرستار یک مرکز مراقبت از سالمندان در توکیو از کیفیت آموزشی این ابزار خرسند است. فکر می‌کنم با این ابزار بیشتر از چند کتاب درباره بیماری زوال عقل چیز یاد گرفتم. این داده‌های پزشکی ژاپن می‌توانند فرصت‌های تجاری خوبی ایجاد کنند. موفقیت این رویکرد ژاپن به همه جا سرایت می‌کند و شهروندان را تشویق خواهد کرد که از آن پیروی کنند. بنابراین در سراسر اروپا و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شاهد رویکردی واحد خواهیم بود، یعنی حرکت به سوی بهداشت دیجیتال. برای افزایش قابلیت‌های نوآوری در زمینه بهداشت دیجیتال و آماده کردن جامعه فردا برای عمری 100 ساله، همکاری‌های بین‌المللی ضروری است.